عبدالرشید دوستم، عامل جدایی فرزند مارشال محمد قاسم فهیم و عبدالله عبدالله. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویده های کانال جنرال بلاس خوش آمدید. آریانا نیوز گفته می شود که فرزند ارشد مارشال محمد قاسم فهیم پس از آنکه دکتر عبدالله عبدالله برای جنرال عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی درخواست کرد، با او مقاطعه سیاسی کرده است. ادیب فهیم فرزند ارشد مارشال محمد قاسم فهیم با دکتر عبدالله عبدالله به دلیل درخواست رتبه مارشالی برای جنرال دوستم مقاطعه سیاسی کرده است. ادیب فهیم فرزند مارشال محمد قاسم فهیم دکتر عبدالله را متهم کرده که یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داده است. آقای فهیم بدون ذکر نام عبدالله عبدالله در پیام نوشته: یک بزرگ برادر و دوست گرامی ما، لحاظ یک عمر دوستی، وطنداری و برادری و صداقت را نکرد. یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داد. برود خداها نگهدارش. با این وجود گفته می شود که آقای ادیب فهیم پس از آنکه عبدالله عبدالله برای جنرال لوسون رتبه مارشالی درخواست کرد، با او مقاطعه سیاسی کرده است. بر بنیاد گزارش های تایید ناشده، عبدالله عبدالله در پلان حل اختلاف سیاسی برای جنرال دوستم معاونت سرقماندان اعلی قوای مسلح و رتبه مارشالی کرده است. این در حال است که عبدالله عبدالله پلان خود را برای حل اختلاف سیاسی به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است. جزئیات این پلان هنوز مشخص نیست، اما گفته می شود که بر بنیاد آن عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته و نیز خواستار سهم 50% در کابینه، معینان، رؤسا، سفرا و انتخاب والی ها شده است. گفتگوی ارگ ریاست جمهوری و سپهدار وارد مرحله نهایی شده است. منابع دخیل در مذاکرات میان ارگ و سپهدار میگویند که گفتگوهای دو طرف وارد مرحله نهایی شده و قرار است به زودی توافق رسمی اعلام شود. گفته می شود این مذاکرات در حال حاضر روی چگونگی تقسیم وزارتخانه ها، ادارات مستقل، ولایت ها و سفارتخانه ها جریان دارد. همزمان با این، یک منبع معتبر در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفت که ارگ و سپهدار در روزهای اخیر روی وزارت های امور خارجه و مالیه و اداره لوی سارنوالی چانه زنی می کنند. بیشتر یک منبع آگاه از این مذاکرات تایید کرد که طرف های گفتگو کننده روی کلیات طرحی که از سوی سپهدار پیشنهاد شده بود به توافق رسیدند و تنها بحث روی جزئیات را در روزهای اخیر ادامه دادند. بر اساس این طرح قرار است عبدالله عبدالله در چارچوب حکومت مشارکتی پست ریاست شورای عالی مصالحه را بگیرد و قدرت سیاسی نیز به گونه مساویانه میان دو طرف تقسیم شود. درهای مذاکره کننده اما گفتند که جزئیات این گفتگو را پس از به دست آوردن توافق نهایی به مردم خواهند گفت. تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپهدار قرار است به زودی به یک توافق سیاسی منجر شود. یک منبع آگاه از این گفتگو میگویند که پس از توافق روی کلیات طرح پیشنهادی سپهدار، دو طرف روی برخی از جزئیات گفتگو میکنند و در حال حاضر مذاکرات پیرامون چگونگی تقسیم کرسی های حکومت ادامه دارد. این منابع میگویند که عبدالله عبدالله نیز در سطح بالای مذاکرات حضور یافته و طرف ها مذاکره کننده در سطوح مختلف روی تقسیم کرسی های حکومت رایزنی میکنند. گفته می شود که دو طرف پس از توافق روی چارچوب طرح پیشنهادی سپیدار، گفتگوها روی جزئیات را برای پایان تنش سیاسی سرعت بخشیدند و این طرح به زودی نهایی می شود. به گفته منبع، مذاکرات روی تقسیم حکومت در چارچوب سطوح مختلف که شامل کابینه، اداره های مستقل، ولایت ها، سفارتخانه ها می شود ادامه یافته و پیشرفت های نیز در پی داشته است. این منبع افزود که گفتگوهای سیاسی ارگ و سپهدار به پایان است و مذاکره کنندگان با توجه به بحران های کنونی کشور این روند را سرعت بخشیدند. در همین حال یک منبع آگاه از این مذاکرات میگویند که روی شمارش از جزئیات طرح پیشنهادی سپهدار توافق شده و دو طرف در حال حاضر روی پوزهای وزارت امور داخله و مالیه و اداره لوی سارنوالی چانه زنی میکنند.
قرار است پس از نهایی شدن توافق میان دو طرف این طرح به یک توافق نامه مبدل شود و با حضور و تضمین گروه میانجی و نمایندگان برخی از کشورها و سازمانهای خارجی میان ارک و سپیدار به امضا برسد. طرفهای مذاکره کننده اما توافق کردند که جزئیات را پس از نهایی شدن توافق سیاسی با مردم در میان میگذارند. هرچند ارگ ریاست جمهوری پیش از این پیشرفتهای در گفتگوها با سپیدار را تایید کرد اما در این مورد جزئیات نداد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در دیدار با نمایندگان ملل متحد و اتحادیه اروپا اطمینان داده بود که تنش‌های سیاسی میان دو طرف در حال پایان یافتن است و عبدالله عبدالله پست ریاست شورای عالی مصالحه را خواهد پذیرفت. این منابع تصریح کردند که روی چارچوب حضور آقای عبدالله در رأس شورای عالی مصالحه همزمان با اعطای پروتکل تشریفات ویژه و تخصیص بودجه و حضور شمار از اعضای تیم ثبات و همگرایی در بدنه حکومت شده است. در طرحی که زیر نام چارچوب توافق سیاسی به ارک فرستاده شد، سپیدار خواستار پست صدارت اجرایی در امور صلح برای عبدالله عبدالله شده است. همزمان با این در طرح پیشنهادی آمده است که 50% از وزرا، رؤسای مستقل، معینان و سفیران که نهادهای امنیتی و وزارتهای کلیدی ملکی را نیز شامل می شود از سوی سپیدار معرفی خواهد شد. در ادامه تصریح شده که از میان پست‌های مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی دو مقام آن توسط عبدالله عبدالله و با محوریت صلح انتخاب می شوند. سپهدار همچنان هم پیشنهاد کرده است که عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری به عنوان معاون سرقمندان اعلی تعیین شود و صاحب رتبه مارشال شود. بر اساس گفته های افراد نزدیک به سپهدار، شورای مصالحه پس از آغاز در بدنه حکومت به تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان خواهد پرداخت و این گفتگوها را به گونه رسمی آغاز خواهد کرد. برخی از منابع دخیل در این گفتگو پیشتر گفته بودند که توافق میان ارک و سپیدار سیاسی است و تضمین 5 ساله ندارد. با توجه به این حاصل، اگر این توافق سیاسی به برقراری صلح با گروه طالبان بینجامد، توافق نامه میان ارک و سپیدار لغو می شود و همزمان با آن حکومت تازه شکل می گیرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 19 حدود سال گذشته مراسم تحلیف را به گونه همزمان بجا آوردند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تیم دولت ساز به ریاست آقای غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله و اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با تحریم نتیجه انتخابات حکومت موضعی را زیر نام حکومت همشمول اعلام کردند. پس از افزایش تنش‌های سیاسی میان دو طرف که به تأخیر در تشکیل هیئت مذاکره کننده با طالبان و روند صلح منجر شد، شمار از کشورها و سازمانهای همکار به گونه رسمی خواستار حل تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار شدند. گفتنی است که گفتگوها میان ارگ و سپیدار با میانجیگری برخی از سیاسون داخلی برافتاد و دلایل اصلی آن حل بحران سیاسی کنونی و تسریع روند صلح با گروه طالبان عنوان شده است. امریکا خواستار پیگرد عاملان کشتار کارجویان افغان در مرز ایران شد. 8 صبح کابل. دفتر الیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با انتشار توییت گزارش‌های نشر شده در مورد رفتار مرزبانان ایرانی با کارجویان افغان را وحشتناک توصیف کرده است و خواستار تحقیقات کامل در مورد این گزارش‌ها شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی از جانب دیگر تاکید کرده است کسانی که پس از تحقیقات به عنوان عامل این رفتار وحشتناک با مهاجران افغان شناخته می شوند باید مجازات شوند. همزمان با این، سفارت آمریکا در کابل در توییت نوشته است که کشورش شریک نگرانی دولت، جامعه مدنی و مردم افغانستان درباره گزارش‌های کشتار و سوء استفاده از مهاجران افغان در مرز ایران است. دو روز پیش گزارش شد که مرزبانان ایرانی شمار از کارجویان افغان را که می‌خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند، ابتدا شکنجه کرده و سپس آنها را به دریا انداختند. برخی از گواهان رویداد گفتند که 57 کارگر افغان سحرگاه شنبه 13 صبح از سوی نیروهای مرزی ایران به رودخانه انداخته شدند که 23 نفر آنها جان باختند. ایران اما این ادعا را تکذیب کرده
اداره مرزبانی کشور گفته است که با بررسی ویدئویی نشر شده به این نتیجه رسیده که این رویداد در مرز افغانستان و ایران صورت نگرفته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.